اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت. دستگیری هواداران مجاهدین و خانواده‌های مجاهدان اشرف و لیبرتی همزمان با نمایش انتخابات. رژیم آخوندی طی روزهای اخیر همزمان با نمایش انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از هواداران مجاهدین و خانواده‌های ساکنان اشرف و لیبرتی را بازداشت کرده است. خانم فاطمه ضیایی آزاد، آقای حسن صارمی و دو فرزند 24 و 26 ساله وی و آقای مصطفی از شمار دستگیر شدگان هستند. خانم ضیایی و آقایان صارمی و مصطفی هر سه از زندانیان دهه 60 هستند. تاکنون هیچ اطلاعی از محل دستگیری و وضعیت دستگیر شدگان در دست نیست. آقای حسن صارمی برادر مجاهد قهرمان علی صارمی است که در سن 63 سالگی پس از تحمل 24 سال اسارت در زندانهای شاه و شیخ صرفاً به خاطر حضور در مراسم گرامی داشت زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67 و به خاطر سفر به کمپ اشرف برای دیدن پسرش به دست جلادان رژیم به شهادت رسید. خانم فاطمه ضیایی آزاد عظیمی 55 ساله مادر دو تن از مجاهدان مستقر در لیبرتی صبح روز شنبه 18 خرداد ماه در یورش ماموران وزارت اطلاعات رژیم به منزل مسکونیش دستگیر شد. این در حالی است که وی به خاطر ابتلا به بیماری MS در شرایط جسمی نامساعد و تحت درمان قرار داشت. عوامل اطلاعاتی کلیه وسایل منزل او را بازرسی کردند و وسایل شخصیش را نیز با خود بردند. خانم ضیایی در دهه 60 به خاطر هواداری از مجاهدین 5 سال را در اسارت به سر برد. در سال 87 نیز صرفاً به خاطر دیدار با فرزندانش در شهر اشرف دستگیر شد و به رغم بیماری بیش از 2 سال متحمل حبس شد که بیش از 3 ماه آن در سلول‌های انفرادی بند 209 اوین بود. نسترن عظیمی 26 ساله از بستگان خانم ضیایی در کمپ اشرف در حمله جنایتکارانه 19 فروردین 1390 نیروهای عراقی به ساکنان کمپ اشرف به شهادت رسید.